هشدار: بهترین گفته ها را با گوش بشنوید، سپس هر مرد و زن از شما از این دو راه یکی را برای خود برگزیند. این آیین را پیش از آن که روز بزرگ فرا رسد دریابید و نیک بفهمید. گاتها، سرود سوم، بند دوم. سه هزار و هفتصد سال پیش اشوزرتشت اسپنتمان به هر مرد و زن آزادی برگزیدن راه زندگی خود را داد که تا آن زمان در تاریخ بشر بی سابقه بود. اشوزرتشت می گوید هر کس این انتخاب را پس از اندیشیدن و سنجیدن درست انجام دهد، زیرا این گزینش راه آینده زندگانی آن کس را روشن می سازد و برای همین است که وی این روز برگزینی را روز بزرگ نامیده است. اشوزرتشت از مردم از هر نژاد و هر کیش می خواهد که پیش از انتخاب راه زندگی خود با پیام وی نیز آشنا شوند، چه بسا که آن را برگزینند و بپذیرند، زیرا دین همان راه راست زندگانی است که انسان را که به رسایی و جهان را به پیشرفت میرساند. اشوزرتشت این روز بزرگ یا روز انتخاب راه زندگانی را چندین بار در سرودهای خود یاد فرموده. یکی روزی که مدیو ماه پسر عمویش به عنوان نخستین زرتشتی به وی پیوست. دیگر روزی که چند تن از خیشاوندان وی به دین بهی گرویدند. اما مهمترینش روزی بود که پس از دو سال گفتگو و همسخنی با کیکشلاسپ شاه کیانی، او دین بهی را برگزید و از بزرگترین پشتیبانان دین شد. خود و خانوادهش در گسترش آن کوشیدند و تلاش کردند. همچنین روزی را یاد می نماید که دو برادر دانشمند فرشوشتر و جاماسب به دین پذیرفته شدند. جاماسب از یک سو سرافرازی دامادی اشوزرتشت را به دست آورد و از سوی دیگر به جایی رسید که پس از درگذشت اشوزرتشت به جانشینی وی برگزیده شد. از هفتهات نوشته‌ای که یاران اشوزرتشت پس از گاتها سرودند چنین برمی آید: یاران اشوزرتشت و فرزندان آنان و دیگر بهدینان همه تر پرستشگاه گرد هم می آمدند و کسانی را که دین بهی را برگزیده بودند با آیین ویژه‌ای در انجمن خود می‌پذیرفتند. در فروورد یا آن بخش اوستا که از برگزینی دین سخن می‌گوید، می‌بینیم که کسی که دین بهی را پسندیده بود در آغاز اندکی درباره خود سخن می‌گفت و از خوبی‌های دین بهی گفتگو می کرد و پس از آن بخش مزدیسن و احمی یا پیمان دین که در این باره است می خواند و گزینش خود را فرا می گفت. مردم آریایی که نیاکان امروز ما ایرانیان هستند، 15 سالگی رو برای پذیرش دختر و پسر خود برگزیده بودند. آن زمانی بود که دختر از کارهای خانه و خانه‌داری آگاه و پسر از هنر پدر دانا و هر دو راستی رو از کاستی و درستی رو از نادرستی نیک باز می‌شناختند. آیین پذیرش بسیار ساده بود. بزرگ خانواده بندی به کمر جوان می‌بست و جوان می‌گفت که همواره خانواده و تیره خود را پرستار و خدمتگزار می‌باشد.
و سپس بزرگ خانواده نیایشی میخواند و آیین را خجسته میخواند و برای او آرزوی تندرستی و دیرزیوی میکرد. این کمر بستن به این معنا بود که جوان وارد اجتماع شده و آماده کار و کوشش میباشد. اکنون با گذشت زمان زرتشتیان آیین پذیرش در انجمن و پذیرش در دین را یکجا کرده اند و فرزندان خود را در چنین روزی هم در دامان دین و هم در جرگه بزرگان میپذیرند. آیین سدر پوشی و کمر بستن آیین زیبای دین بهی است. این آیین برای هر کس چه زرتشتی زاده باشد و چه دین بهی را برگزیده باشد برپا می گردد. این جشن هم مانند دیگر جشنهای ایرانیان آرایش و پیرایشی دارد. میز جشن با آتشدان و شمع فروزان، آینه، گل، میوه، شیرینی و لرک که از هفت میوه خشک به اضافه نقل است آراسته می شود. کسی که میخواهد سدره پوش شود، سدره به تن دارد و کشتی را دوتا کرده و در دست خود نگاه می‌دارد. راهنمای آیین روبروی او ایستاده تا اگر واژه‌ای را فراموش کند، به او یادآوری نماید. سدره پیراهن زیری است که به پهلوی اشکانی به او شپیک میگن، یعنی پیراهن زیر، که پیش از این از جنس‌های مختلف دوخته میشد ولی اکنون فقط از کتان و ململ اینو میدوزن. برای اینکه اینو بدوزن پارچه رو دولا میکنن از شانه و یقه رو از اون به صورت هفت در میارن. در پشت یقه یک پاکت کوچیک هست یا یک جیب کوچیک هست که به اون گرده میگن. جلوی یقه یک جیب کوچکتر هست که به اون کیسه کرفه یا کیسه کارهای نیک یا کیسه ثواب میگن. این سدره دارای 9 درز یا دوخته، 2 درز پهلو، 2 آستین، 1 درز دور یقه، 1 درز کیسه سوا، 1 درز پشت یقه و 2 درز کوچک در اطراف سدره. کشتی کمربندی است که در قدیم از پشم بز، گوسفند یا شتر یا چارپای دیگری که سفید بوده می‌بافتند، ولی اکنون فقط از پشم گوسفند سفید بافته میشه که این از 72 تا نخ تشکیل شده. این 72 نخ رو بخش میکنن بر 6 که هر قسمتش میشه 12 تا. اینها رو به هم دیگه می‌بافند تا میرسه به اینجا که اینجا هر 2 12 تا رو با هم یکی میکنن که با هم میبافن به این تا میرسه به اینجا و اینجا هر کدوم از این نخا 3 تا منگوله میشه که میشه گفتار نیک، کردار نیک و
اندیشه نیک، یا اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک میشه. اینها هر کدوم یه نمادی داره. 72 نماد اون 72 بخش یسناست، 12 نماد 12 ماه سال، 6 نماد 6 گاهنباری که ما داریم، و اون دو تا 12 تا رو که با هم یکی میکنن میشه 24 تا، نماینده 24 بخش ویسپرد که یکی از کتاب‌های اوستا میباشد. ما سدره رو گفتیم و کشتی رو هم برای شما توضیح دادیم، و پس از این ما مراسم سدره پوشی رو انجام میدیم که شما بدونین که ما چگونه این مراسم رو به جا میآوریم. ولی پیش از این که این مراسم رو آغاز کنیم، بهتره که ما ببینیم که ما در این آغاز این سدره پوشی و این نیایشی که میکنیم با چه میگوییم، و اونی که خودش اینو برمیگزینه برای خودش به عنوان راه زندگی، وقتی این نیایشو میکنه، کمربندشو میبنده، اون چی میگه. ما همون جور که گفتم، وقتی آیین سدره پوشی رو آغاز میکنیم، راهنمای دین وای میسه و اون فردی که این دین رو برای خودش برگزیده روبروی راهنما میایسته و آغاز میکنه: تا از راه راستی تاب و توانایی دارم من، ای خدای دانا، خود را ستاینده تو می دانم و همچنان ستاینده تو خواهم بود. پس اینجا میگه خدای دانا میگه، و فقط میگه من تو رو ستایش می کنم و همیشه ستایشگر تو خواهم بود. این اولین قدمی برمی داره، ولی اولش میگه از راه راستی تاب و توانایی دارم. بعد میگه من کارهای خود را بر آیین زندگانی و از راه منش نیک انجام ده خواهم داد. پس در اینجا میگه من کارهایی که هر انجام میدم در تمام روز، اون کارها بر آیین راستی هست و از راه منش نیک، یعنی من اندیشه نیکم رو به کار میبرم و کارهای روزم رو انجام میدم. بعد دوباره میاد میگه این کارهای راستین هستند، میگه این کارهای راستین هستند که این جهان را، ای سرور هستی، یعنی ای خدای دانا، برابر خواهش تو تازه به تازه میگردانند. یعنی ما کارهایی که با اندیشه نیک انجام میدیم این جهان را تازه به تازه میکنه. بعد از اون میگه من راستی را بهترین نیکیست، خرسندیست، خرسندی برای کسی که راستی را فقط برای راستی بخواد ما انجام میدیم. بعد یه نیایش دیگه ای داریم که میگیم که ما رهبر و سروری که انتخاب میکنیم برای هر چیزی که در زندگیمون باشه، میخواد همسرمون باشه، میخواد رهبرمون باشه، میخواد رئیس جمهورمون باشه، پادشاهمون باشه، هر کسی رو که ما در زندگی انتخاب میکنیم، اونا رو باید از راه اندیشه نیک انتخاب کنیم. و زمانی این شخصی رو که ما انتخاب میکنیم باید کارها رو به نام خدا انجام بده، نه برای خاطر اینکه خودش یک مقام بهتری به دست بیاره. اینجا ما وقتی میرسیم کارهای زندگانی گرمون رو میزنیم، چون وظیفه ما صبح که بلند میشیم برای چیه؟ برای اینکه این جهانمون رو تازه بکنیم و خودمون آماده کار و کوشش بشیم. از راه چی؟ از راه راستی. با چی؟ با اندیشه نیکمون. ولی اینجا یا همه این کارها رو میکنیم، برای چی میکنیم؟ میخواییم ببینیم اون پیمانی که میبندیم با دینمون یا با راه زندگیمون به ما چی یاد میده. ما ادامه میدیم، میگیم من مزدا پرستم. اینجا یعنی چی؟ مزدا همونجور که گفتم یعنی دانا. پرستم با وجودی که ما همه وقتی میگیم یک کسی رو میپرستم یا اینا، این
پرستیدن به معنی پرستاری کردن که از واژه از مصدر پری به معنی پیرامون میاد و ما واژه هایی داریم مثل پرستار که به معنی نگهبانه. پس اینجا وقتی من میگم من مزدا پرستم، یعنی من نگهبان و پرستار دانایی هستم، اون دانایی رو میخوام. برمیگزینم که با ستایش ها و باورها مزدا پرست زرتشتی باشم، یعنی ما با تمام باورهایی که زرتشتی داره، من یک کسی هستم که دانایی رو پرستاری میکنم. این مهمترین مسئله ای که ما پیرو دانایی هستیم. حالا میگه اندیشه نیک را میستایم، گفتار نیک را میستایم، کردار نیک را میستایم، دین بهی مزدا پرستی را میستایم. حالا ببینیم این واژه چیه. ما مزدا رو گفتیم به معنی دانایی، دین به معنی دیدن. پس من دیدم، اون دیدم اون چیزیه که دانایی رو میستایم. پس دین بهی دین به معنی دیدنه که ما یه واژه سامی دین داریم که به معنی قانونه. دین به چم فارسی که ما اکنون با هم گفتگو میکنیم به معنی دیدنه. پس دید خوب پرستاری دانا را من میستایم، این معنای استر میشه. حالا اینی که من اینا رو میستایم پرستار دانایی هستم، این نتیجه این چیه؟ اولین کاری که میکنه میگه که یوغ بردگی را برمیاندازد. یعنی ما برده لازم نداریم، ما اصلا هیچ کس برده ای ما نیست، ما همه آزادیم. جنگ افزار را فرو می نهد، یعنی ما با هیچ کسی جنگ نداریم. اگه تاریخ ایران رو ما بخونیم می بینیم که دین زرتشتی برای خاطر اینکه کشوری رو زرتشتی کنه هیچ وقت جنگ نکرده، همیشه با آموزش بوده. کسایی که می اومدن باور زرتشتی می پذیرفتن و برای خودشون برمی گزیدن به خاطر اینکه بوده، با این باور آشنا می شدن و اونو برای خودشون انتخاب می کردن. حتی یک فرزند زرتشتی در یک خانواده زرتشتی تا زمانی که مراسم سدر پوشی انجام نگیره دراش، اون نمی تونه به عنوان یک زرتشتی باشه. حالا ما جنگ افزار هم فرو می نهیم. این به این معنا نیست که ما با کسی جنگ نداریم، به این معنایی که ما جنگ رو آغاز نمی کنیم. اگر کسی به ما حمله کرد مسلما از خودمون دفاع بسیاری خواهیم داشت، ولی اینی که میگه من جنگ افزار را فرو می نهم، یعنی من جنگ رو آغاز نمی کنم، که آزادگی بخش و راستین است. این برمیگرده به همونی که میگه که یوغ بردگی را برمی‌اندازم، یعنی ما آزادی بخش هستیم، ما آزادی میبخشیم. یس میاد دیگه یه جای دیگه میگه که از دینهایی که هستند و خواهند بود. پس یک فردی که باور زرتشتی رو انتخاب کرده برای خودش برگزیده، هیچ دینی رو بد نمیدونه. میگه همه دینا خوبن، ولی مال من مهترین، بهترین و زیباترین است. حالا چرا؟ برای اینکه اهورایی است و زرتشتی، برای اینکه توش هستی وجود داره، فلسفه توش وجود داره. اهورامزدا خدای دانا را سزاوار همه خوبی ها میدونم. پس انشاءالله به ما میگه خداوند اهورامزدا هیچ چیزی بد برای ما نیافریده. آن چیزی که خداوند به ما داده خوبیه. این بستگی به این داره که ما چگونه از اون نگاه میکنیم و چی از اون میخواییم داشته باشه. این آخرین لحظه ای که میگه این از ستایش دین مزدا پرستی. این آخرین جمله ای که ما میگیم، یعنی میگه ما به این دلیل این باور رو که از دانایی برای ما سخن میگه، ما اونو قبول داریم. حالا اگر که وقت داشته باشیم، بد نیست با هم یک مراسم سدر پوشی هم ببینیم. اشم بکو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی بیت اشایی و هیشتای اشم.
ات و استوتا او جایی مزدا انگه ها چا یوت اشا توا چا ایسایی چا داتا انگهش اردت و هو مننگه ها حیتیا ورشنام هیت وسنا فرشوته به اشم و هو و هشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی اشم یتا اهو و ایریو اتا رتوش اشاد چیت هچا ونگهوش دزدا مننگو شیعو ترنام انگهوش مزدایی خشترم چا اهورایی آ ییم دری گوبیو ددت واسدارم یتا اهو و ایریو اتا رتوش اشاد چیت هچا ونگهوش دزدا مننگو شیعو ترنام انگهوش مزدایی شترم چا اهورایی آ ییم دری گوبیو ددت واس دارم اشم و هو و هشت مستی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی اشم مزدی اسنو احمی مزدی اسنو زرتشت ریش فرورانه آستو تسشا فرور تسشا آستوی حومت منو آستوی هوختم وچو آستوی هوورشتم شیعو تنم آستوی دینام ونگهو ایم مزدیسنیم فرسپای و خدرام نیزاس نیتیشم خیاد بدتام اشعونیم یاهایی تینام چا بوش این تینام چا مزدیستا چا و هشتا چا سر اشتا چا یا اهوریش زرتشتریش اهورایی مزدایی ویسپا و هوبت چین همی اعشا استی دینا مزدی اسنو ایتیش آستو ایتیش تا از راه راستی تاب و توانایی دارم من ای خدای دانا خود را ستاینده تو میدانم و همچنان ستاینده تو خواهم بود و کارهای خود را بر آیین زندگانی و از راه منشنی انجام خواهم داد و این کارهای راستین هستند که این جهان را ای سرور هستی برابر خواهش تو تازه میگردان راستی بهترین نیکی است خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد بسانی که سرور هستی را باید تنها از روی راستی برگزید همانسان رهبر درستی را باید از روی راستی پسندید این دو دهش را منشنیک ارزانی داشته تا کارهای زندگانی به نام و برای خدای دانا انجام گیرد همچنین شهریاری از آن خدایست که سرپرستی را برای آبادانی دینداران ستم دیده داده است به
بسانی که سرور هستی را باید تنها از روی راستی برگزید همانسان رهبر درستی را باید از روی راستی پسندید این دو دهش را منش نیک ارزانی داشته تا کارهای زندگانی برای خدای دانا انجام گیرد. همچنین شهریاری از آن خدایی است که سرپرستی را برای آبادانی دینداران ستم دیده داده است. راستی بهترین نیکیست. خرسندی است. خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد. من مزداپرستم. برمیگزینم که با ستایش ها و باورها مزداپرست زرتشتی باشم. اندیشه نیک را می ستایم. گفتار نیک را می ستایم. کردار نیک را می ستایم. دین بهیه مزداپرستی را می ستایم. که یوغ بردگی را برمی اندازد. جنگ افزار را فرو می نهد. که آزادگی بخش و راستین است. که از دینهایی که هستند و خواهند بود. بهترین و زیباترین است. که اهورایی است و زرتشتی. اهورامزدا خدای دانا را سزاوار همه خوبی ها می داند. این است ستایش دین مزداپرستی. برای شما درستی تن باد. برای شما پایداری تن باد. برای شما پیروزی تن باد. فرزندانتان فرزانه باد. زندگانیتان دراز باد. هستیتان بهترین و از آن راستکاران روشن و پر از خرسندی باد. راستی بهترین نیکیست. خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد. اشم وهو وهشت مستی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی وهشتایی اشم. خجسته باشی. سپاسگزارم. مبارک. خجسته باشی. سپاسگزارم.